چطور این بچه ها؟ بهترین کشتیگیر تاریخ به نظر شما کیه؟ یه پارت من از این ویدیو ساختم که پارت یکشو اگه هنوز ندی حتما برو ببین. سایتی بود که میومد 10 تا کشتیگیر برتر تاریخ دوری به ما میگفت و بررسیش میکرد و ما اونو نشون دادیم تو پارت قبلی و ما میخوایم امروز کامنت های ملت همیشه در صحنه رو ببینیم و انقدر کامنت ها خنده دار و سمه که گفتم پارت دومش هم بسازم. اگه پارت یکشو ندین حتما برین اونو ببینید بعد بیان اینجا. ماسک های ضد رادیو اکتیو رو بزنید که سمین چی میگم بزنید. بریم. اینقدر کامنت ها بالاست، یعنی من میتونم 5 تا پارت دیگه ازش بسازم. یادم اون ویدیو اولم خیلی دوست داشتید باختم، گفتم چند ماه گذشته و بریم پارت دوشو بسازیم. بچه ها میگم نمیخوام دوباره بگم چه کشتیگیرهایی و این سایت گفته که آره اینا فلانم فلونم. پارت یکو ببینید و من الان یه خیلی سریع نگاه کنید که چه کشتیگیرهایی بودن. راکو داریم، باتیستا رو داریم، آندرتیکر رو داریم، استون کولد، رومن رینز، رندی اورتون، تریپل اچ، شان مایکلز، براک، سی ام پانک رو داریم. به همه اینا واکنش نشون دادم تو پارت یک و تا یک جایی رفتیم کامنت ها رو خوندیم. همین گفته که اولی میگه کشتیگیرش واقعیه، اوکی. دوم میگه جان سینا واقعا فوق العاده تر از همشونه. البته الان دیگه رومن رینز، برات لزنر، نوشته براک لزنر، بچه اسمش برات لزنر، استرومن تو اوج آمادگی به سر میبردند. اینا 20-20 نوشته بچه، ولی اینو باید همه بدونن جان سینا نسبت به سنش بالاتر از انتظار عمل میکنه. جان سینا 16 بار قهرمان شده. اگه اون زمانی که جان سینا جوان بود و توی اوجش رومن ریبز و برات لزنر، نه چه درست نمی‌نویسم، حتی استرومن باهاش بازی می‌کردند، احتمالاً به غیر از براک اینا رو می‌برد، ولی الان دیگه واقعا پیره. یعنی چی پیر؟ یعنی بعد 2 ساعت با سینا توضیح بدیم که خب سلام، اول که برای چی ری میستریو رو نذاشتین؟ دو، کی گفته کشیش گلکشیه؟ پس چرا خون میاد از صورتشو و بر چی رو استیج میزن؟ چرا درست نمی نویسید؟ سرشون میشکنه، پس واقعی داشت تو عقب موندی. 3، فقط جان سینا، ری میستریو، رومن، رندی اورتون عشق هستن. 4، من صبح تا شب دارم کشیش میبینم و اصلا جان سینا رو نشون نمیده. چرا؟ دوست عزیزمون جان سینا و ری میستریو هست. عینک اشعه یووی رو خواهیم زد که این نور و تابش چشم ما رو ضعیف نکنه، چون چشم من ضعیف نیست اینو بگم بهتون. خب محمد رضا نوشته داشت الان رومن رینز اسطوره است، آندرتیکر 30 حضور موفق توی دبلیو داره. یعنی چی آندرتیکر 30 حضور موفق توی دبلیو؟ نمیفهمم. رندی اورتون و جان سینا هر کدوم حدود 20 سال حضور داشتن. بعد میگه رومن رینز بهترین کشتیگیر تاریخه. معنی اسطوره رو بفهمید، یعنی به شما میگم، ولی اینا که واقعا رد دادن. ولی دوستان عزیزی که این ویدیو رو میبینید، معنی اسطوره رو بدونید. اسطوره به کسی میگن که طرف تو اون کار دیگه پیش کسوتیه برای خودش. خب رومن رینز اسطوره، 6 سال طرف داره. یعنی چی؟ هرچی با جای درست حسابی تو فرهنگ ما بود به لجنش کشیدن. آقا امین نمیشه بابا، احمقا، کشتیگیرش واقعی نیست، خون اومده نشونم شانسیه. بعدش هم من 20 سال تک تک مسابقات کشتیگیرش رو میبینم، از NXT و WWE تا BCW BCW و TNX. ازم اون TNAه. بهترین به نظرم، بیشتر مردم بهترین از نظر خود کشتیگیرش آندرتیکر، یعنی بهترین کشتیگیرش کار تاریخ آندرتیکر. جان سینا رو برد، تریپل اچ رو برد، شان مایکلز رو برد و خیلی دیگه شون هم برد. من حتی گزارشگری کشتیگیرش رو میکنم، از این گزارشگرایی که تو این استا گزارش میکنم. حدی خودم تو سالن رستلمنیا 34 و 29 بودم، خودم توش بودم. اوکی، دوستمون توی رستلمنیا 34 بوده و حتی کشتی گرفته بچه ها. آندرتیکر همیشون شکست. کشتی که چیزی نمیدونین نظر من، چشم استاد ببخشید. و دوستمون گزارشگر کشتی کش هستم و در رستلمنیا 34 و 29 حضور داشتم. به هر حال ما سگی بیش نیست. و این متن و دوست عزیزمون آقای امیر گزارشگر 3 بار اینو فرستاده، ممنون از شما، خوندیم. مرسی. گولدبرگی که 173 مبارزه پی در پی داشته و حالا کلن تا حالا 7 نفر شکستش دادن نذاشتی، اسطوره تاریخ، تازه براک لزنر و رومین ریز که اونا الان سر زبونه، چرا اینقدر پایین گذاشتی؟
الهام الهام نکن این کارو. اگه تعداد قهرمانیان کیفیت و روش های مبارزه قدرت سرعت عمل تحمل درد و اینا رو مد نظر بگیریم، آندرتیکر، رستون، گول، گولبرگ، شامایی زد بالاترین سطح هستن و در تمامی ادوار بهترین تو هر دوره چند نفری عالی هستن. من اونجور درست تایپ نمی کنن. الان براک لزنر، رومن رینز، رندی اورتون هستن. مکینتایر یک سال هم نشده که تو اوجه. یه کشتیگیر حداقل باید 5 سال تو اوج باشه، چند بار قهرمان جهان شده باشه، یا روی رامبل ها رو برده باشه، یا رکورد های خاصی رو داشته باشه. ست رولینز یا ایجی استایلز جز بهترین ها نیستن. نه، گولدبرگ جز بهترین ها هست. بعد رومن رینز بهترین تو تاریخه. آندرتیکر و براک لزنر و رند یورتون و تریپل ایج و گولدبرگ و جان سینا و باتیستا و حتی براون استرومن رو برده، پس بهترینه. از همه کشتیگرش کارهایی که نام بردید سرتره. آرام باش ارشیا. حسن گفته من شاید بیشتر از 20 سال کشتیگرش دنبال میکنم. به نظر من کاملا واقعیه، اگر بعضی مواقع که نمایشم داشته باشه، اما امکان نداره مسابقه مهم از پیش تعیین شده باشه. بله بله آقای حسن، همه میبینید همه کارشناس هستم و مرحبا. خب نقطه نوشته، دات نوشته، به نظر من اکثر کسایی که میگن رومن رینز بهتر از همه رستل های قدیمی و شما چیزی به نام نقطه، یه چیزی به نام ویلگول به کار نمیبرین، در مدرسه به شما نیاموختن، استفاده کنین لطفا. به نظر من اکثر کسایی که میگن رومن رینز بهتر از همه رستل های قدیمیه اونا رو نمیشناسن. به نظر من رتبه بندی اینطوریه: اولی استون کولد، گولدبرگ، آندرتیکر، برد هارت، تریپل ایج، استینگ، جان سینا، ریک فلر، آلتیمیت واریو، میک فولی. واقعا این یکم منطقی تره، واقعا بدون شوخی حالا چی کنی، به نظر من منطقی تره این داستان. اما متاسفانه یه عده بچه چون دارن که فکر میکنن هر کس بیشتر ببره بهتره، اگه رومن رینز اینقدر خفنه پس چرا توی 2011 اینجوری نبود؟ رومن الان خفنه که دبلیو خلوته، نه وقتی که خفن و پر بودن و رومن یه بچه کوچولو. کامنت ها بسیار. جان سینا، خود دوست عزیز من آقای سینا جهان پیام گذاشتن که جان سینا از همه عالی تره. گولدبرگ هم خیلی خوبه، گولدبرگ استاد براک لزنر بوده. اینا رو از کجاتون در میاری؟ برو نگاه کن چجوری گولدبرگ تونسته براک رو تو 2 دقیقه ببره. دویدابی خودش پیام داده که کشیکش واقعی تموم اوکی. خب محمد رضا، فقط رومن رینز عشقم نفهمه چی؟ رومن رینز اونه که آندرتیکن. چرا میگین آندرتیکن؟ جان سینا باتیستا همه رو شکست داد، عشق و نفس هست رو. بعد جالبه مثلا الان دوست عزیزم گفته حدود 17 سال که کشیگر دنبال میکنم، بعد همه این کسایی که داره میبینین مثلا طرف 30 سال دنبال میکنه، 20 سال دنبال میکنه، ولی اندازه یک گردو اطلاعات دارن اینا. نمیدونم مثلا اینجا این دوستی که 17 سال کشیگر دنبال میکنه، رومن روز نوشته دوست عزیزم. بله بچه رومن روز داریم ما و رومن شب. ببینید رومن روز، روز کیه؟ رومن روز رومن رینز فیست رو میگم و رومن شب رومن الانه که هیل شده، یعنی رامین رومن شب الان، میدونستید. اینم از این لنم. چرا مردم ایران بی اطلاع هم به صورت کلی از همه چیز؟ خودم باشم من الان حوصله رتبه بندی ندارم، ولی واقعا یک به نظر من تیکره، چون نماد دویدویه. من همیشه میگم تیکر نماد دویدویه و این رومن رینز کی بود که اومد؟ ببین لذت ببریم به صورت کلی، نتیجه گیری اینه که از رسلینگ و کشیکش لذت ببرید و زیاد خودتون درگیر نکنید، درگیر این چیزها نکنید. خب به حال چند های رسلینگی تلگرامی رو دارم میبینم، زیر هر پستی هیته و نمیدونم چرا یه سری ها فکر میکنم با هیت دادن و مثلا ایراد گرفتن خیلی شاخن. نقد درست فرق داره، خب نقد های به حال وارده به دو دوی همیشه من دربارش حرف میزنم، ولی این شرکی که هیت کنی فکر کنی خیلی شاخه دیگه. این دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه من بودین
لایک کن، سابسکرایب هم یادت نره، اون زنگوله کنارش هم بزن که هر وقت من ویدیو جدید گوشتم سریع همون لحظه بیای ویدیو جدید منو ببینی و کامنت اول رو فتح کنی. مرسی، تا ویدیو بعدی ببینمتون، حتما هم نظراتتون رو به من بنویسید.